در کنگره سیاریز در 1897 کنگره شهر بال سوئیس، تئودور هرتزل مهمترین نقطه تحول رو شیوه بی‌حس‌سازی افکار عمومی جهان میگه. میگه مردم بی‌حس بشن، سر بشن. دیدیم مردم اصلا سر میکنن، بی‌حس میکنن، جادو میکنن. در بند 12 پروتکل های 24 گانه یهود آمده تمام کانال هایی که بازگو کننده اندیشه هاست، کانال نکه یعنی کانال تلویزیون ها، یعنی مسیرهایی، روشهایی، تمام روشهایی که بازگو کننده اندیشه است و ایجاد تفکر در دنیاست باید به طور کلی در دسترس ما، در دست ما باشه. اونا دارن کار میکنن، مطالعه میکنن. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم 257 تا دانشگاه به طور تخصصی در زمین آخرالزمان اونا اونور غربی‌ها دارن کار. 257 تا، ما یک دونه نداریم. مرکز تخصصی مهدویت داریم و خیلی هم خوبه داره کار میکنه. دانشگاهی نداریم. گیاهان تزئینی، آبیاری گیاهان دریایی، یه رشته ها و کورس های آوردن اینا. بعد تو علی شناسی نداری، حسین شناسی نداری. یکی به من گفت یکی از اهدافت چیه؟ گفتم اینا که نمیذارن، اما اگر یک روزی من میتونستم یه دانشگاه میزدم، دانشگاه امام شناسی. این 12 تا رشته داشت، 12 تا امام. تو دروس عمومیش امامت اون چیزا بر همه بود، مباحث مربوط به قرآن کامل آموزش داده میشد. اما هر کسی تو رو تمام امامت مسلط بشه، اما تخصص پیدا میکنه. البته یه سری اتفاق خوب افتاده، مثلا من فوق لیسانس نهج البلاغه آوردن. خوبه، این اتفاق خوبیه. خب اما این اونی نیستش که شیعه رو آماده کنه یک آدم در طراز جمهوری اسلامی بده بیرون. ما امروز خیلی از مسئولینمون با ثقلین مأنوس نیستن، چون نیستن گاف میدن. کسی که با ثقلین مأنوس باشه قرآن بدی دستش، اصلا از هر جای قرآن بپرسیم چه صفحه شو بردوام کنه، همون که کتاب درسی بپرسیم صفحه شو، کتاب قرآن مأنوس نیستن. خیلی از مسئولین مسلمان نماز میخونن اما مأنوس نیستن، با سیره اهل بیت مأنوس نیستن. برو آقا بسم الله نمایندای مجلسمونو یه امتحان ازشون بگیریم در مورد زندگی و سیره اهل بیت. اگر به اینا تو اینا 10% بالای 10 گرفتن، من اسممو میذارم اصلا میذارم اوبابا. یه بدترین فوشی که میتونستم بدم، باور کن جدی میگم. خب من با بعضی از این عزیزان جلسه هم دارم، میبینمشون دیگه، آدمای خوبی هم دارن کار میکنن، اما کلا نمیدونن. برای چی اینجوریه؟ برای اینکه ما تربیت مد بکنیم آدم تراز انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی که با چالش میکشه تمام قدرت های باطل دنیا رو. کسی که میخواد عباس امام زمانش باشه، یعنی تو جمهوری اسلامی باید هر چی طرف با تقواتر، کاربلدتر، اینطور مردم انتخاب بکنن برای مجلس و فلان. خب اون آدم ها تو دل همین مردم میان بیرون.